ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان. آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. درود به روان پاک دوابر مرد تاریخ ایران و جهان اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس هاشمی گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. خوزستان همچنان در خون و آتش. علی خامنه ای رهبر جنایتکار جمهوری اشغالگر اسلامی، این آخوند بی سواد، این دزد، این قاتل، در جلسه خصوصی که با سران آدم کش سپاه، نیروهای انتظامی و ارتش جمهوری اشغالگر اسلامی داشته، دستور اکید داده که همه رو بکشید، سرکوب کنید و به هیچ کدوم از خواسته هاشون هم توجه نکنید. اگر یک قدم عقب بنشینیم آتش خوزستان به سراسر ایران میرسه.
تهران پایتخت اشغال شده ایران در یکی از ایستگاه‌های مترو زنان و مردان، دختران مبارز تهرانی، پسران مبارز تهرانی با فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی پیام خودشون رو به گوش همیهنانشون در خوزستان رسوند و بچه های لور ایل بختیاری اونا هم به جمع معترضین پیوسته و با حمایت از برادران خودشون در خوزستان حمایت این خطه از مملکتمون هم اعلام شد. حدود 20 دقیقه پیش که برای من فیلم شما خیلی کوتاه که در کرج بچه ها هم به حمایت از بچه های خوزستان با یک حرکت دست جمعی به این قیام پرشور، به این قیام بسیار بسیار حساس و سرنوشت ساز پیوسته. اما هنوز ایران من، هنوز ایران ما ساکت. هنوز استانهای مجاور، بوشهر و فارس ساکته. شب گذشته برای من فیلمی از شیراز اومد که همگان دیدید. یک مرتبه در خیابانهای شهر زیبای شیراز بوق و کرنا، من خیال کردم اعلیحضرت وارد ایران شدن و از طریق شیراز شبانه وارد کشور شدن. اما خیر، خبر ورزشی بود که یک تیمی، نمیدونم اسمش هم چیه، سپاهی فرج الله، فرج سپاه زاده، نمیدونم چی اسمش، بلدم نیست، نمیخوام بلد باشه، ما برق شیراز رو میشناختیم و بوغ که حالا نمیدونم چه خبر بوده چون من یه تعقیب نکردم و کسی که اینو برای من فرستاد از شیراز بود و برای من نوشته بود فوری تبریک. من خیلی خوشحال شدم از اینکه بچه های شیراز به جمع معترضی پیوستن. شیرازی که سه روز شهر رو تحت کنترل خودش داشت، یادم که نمیره و همیشه یکی از مهمترین شهرهای مملکتمون بوده، شهر کلیدی کشورمون بوده. وقتی نوشتم که چی شده اینا، گفت بله تیم فرج الله، سپاه الله، چیچی الله قهرمان شده. من بقیهشو نخوندم و برام مهم نیست، سعیم نکنید مجددا برام بفرستید توضیح بدید. و فقط برای این جوان، حالا دختر پسر نمیدونم، پشت آیدی که ما نمیدونم چی نشسته، فقط نوشتم که براتون متاسفم. چرا آقای احمدی؟ دیگه هیچی نگفتم. من متاسفم واقعا برای هممون، نه برای شیرازی ها، نه برای اصفهانی ها، نه برای کرمانشاهی ها، نه برای مازندرانی ها و گیلانی ها، نه برای خراسانی ها. من برای همه ایرانی ها متاسفم که خودم هم جزء این فامیل هستم، این فامیل بزرگ. وقتی که میبینم یک جوان تبریزی از آذربایجان با اون زبان زیبای آذری پیام میده و فقط تک این صدا تک میمونه از جمعیت 80 میلیونی کشورمون، بیشک و تردید 30 و چند میلیونش آذری زبان هست و فقط یک جوان یک پیام میده، وقتی میبینم یک جوان کرد
که دو تا اسلحه گذاشته بغل دستش، عینک زده، خودشو کاملا پوشانده و میگه ما کردها پشت سر بچه‌های عرب زبان خوزستانی هستیم، در کنار لورها هستیم، متأثر میشن، نه از حمایت این دو جوان عزیز آذری و کرد، از اینکه کردستان خلاصه شده فقط این جوان. خیلی حرفا تو دلم، خیلی حرفا هست که نمیدونم از کجا شروع کنم به کجا تمومش کنم. اصلا تمامی توش نیست، فقط دارم دنبال شروع ماجرا میگردم، دارم دنبال سرخط این مشق غم‌انگیز میگردم، این مشقی که از اول تا آخرش فقط غمه، فقط مصیبته. چند ده ماشین تانکر آب به سمت خوزستان سرازیر شد و تو گویی که سه جوان خوزستانی تا این لحظه در سوسنگرد، اهواز و گویا شوشتر یا شوش، متاسفم که دقیق نمیدونم چون حجم اخبار زیاده و من از هفته گذشته تا الان تنها شبی که خیلی خوب خوابیدم 5 ساعت بوده. میبینید دیگه، من بعضی موقع 4 صبح توی تلگرام آنلاین میشم و حجم اخبار زیاده، برنامه تلویزیونی هست و بقیه ماجرا و درگیری هایی که داریم در خارج از کشور، مجموعاً دست به دست هم میده و دیگه انسان رو از پا میندازه. منتها سرباز نباید از پا بیفته، این قانون مبارزه است. اجازه بدید مشقمو از اینجا شروع کنم که اگر قرار به این باشه که چند تانکر آب به خوزستان برسه و خوزستان من و خوزستان تو و خوزستان ما ایرانیا از آمدن 10 تانکر، 100 تانکر، اصلا بذارید بیشتر کنم موضوع رو، از باز شدن رود کارون در درون شهر اهواز و ما ساکت بشینیم، امروز 30 تیره، به همه تون قول میدم، به شما بچه های خوزستان، به شما بچه های لور، به شما بچه های بختیاری، به همه شما عشایر ایلام، به همه شما کرمانشاهی ها، شیرازی ها، اصفهانی ها، به همه شما گیلکی ها و مازنی ها، به همه شما آذری ها، به همه تون قول شرف میدم به عنوان یک سرباز که همیشه سعی کردم در زندگی به یک اصول پایبند باشم. یکی از اون اصول اعتبار کلامم بود. من معتقدم که اگر انسانی اعتبار کلام نداشته باشه در جامعه هیچی نیست، فقط باید با پول اون اعتبار کلام از دست رفته خودشو در پیش مردم باز پس بگیره و رو حساب پول بهش احترام بذارم، وگرنه یه آدمی مثل من آسوپاس باشه و پولی در بساطش نباشه، در حدی باشه که بتونه از سر برج تا ته برج زندگی کنه، اگر اعتبار کلامش از دست بده در جامعه به لجن کشیده میشه، همینطور که جامعه ایرانی با یک جهان پوزش از بخش با اعتبار و با شرفش این جامعه با دیدی که من دارم از درون و بیرون از کشور به راحتی 90% جامعه به لجن کشیده شد، به لجن اخلاقی، و اخلاق رخت سفر بست. وقتی که هموطن من رو در اهواز دارن میکشن، در شوشتر، در سوسنگر، در دسمون، در شوش و هنوز آبادان، خرمشهر، بهبهان، آقاجاری، امیدیه و سایر شهرهای خوزستان عزیز ساکته، من چرا باید دل شکایت بکنم از شیرازی که برای تیم فوتبالش خوشحال نباشه؟ وقتی که ویدیوی دختر خانم اصفهانی میاد بیرون و با لهجه زیبای اصفهانی میگه زاینده رو پر آب شد و تو گویی که تمام مشکلات اصفهان و ایران به پر شدن آب رودخانه زاینده رو و آمدن این آب به سمت 33 پل اصفهان
که 3 روز گل تحویل مردم بده. وقتی که بچه رشت برای من پیام میفرسته که آقای احمدی ما در رشت چه باید بکنیم برای بچه های اهواز، و من وقتی بهش میگم تو که به تنهایی کاری نمیتونی بکنی، فقط میتونی آگاهی بدی و سعی کن که اطرافیان تو آشنا بکنی با شرایط موجود، و بعد برای من با عشق تصویری از تو ماشینش در کوچه پنهان شده و بیش از 11 تا ویدیو برای من میفرسته، داره گریه میکنه، هدهد میکنه، یک جوان 26-27 ساله، و شهر رشت رو به من نشون میده، اون کوچه ها رو، و بعد به من میگه در اون شهر داره چی میگذره. ای وای بر من، وقتی که مازندران که از دلش خدایی اومد بیرون به نام رضا شاه بزرگ، و مازندران غرق در سکوتی است که معلوم نیست دلیل سکوتش چیست، و از رضا شاه بزرگ ما به معصوم قومی برسیم، ای وای بر من. به من میگن آقای احمدی روحیه بده مجدداً، با همون فریادهای خودت نذار خوزستان ساکت بشه. من باید خودم روحیه داشته باشم، روحیه رو در جامعه ببینم که روحیه بدم. اگر بداد بچه های اهواز نرسید، ملت ایران، ملت ایران اگر به پا نخیزی، اگر یک صدا امشب در تهران فریاد نزنی جاوید شاه مرگ بر جمهوری اسلامی، اگر امشب در تبریز، رضایه، اردبیل، مشهد، در سراسر گیلان و مازندران، در اصفهان و شیراز، اگر امشب در کرمانشاه، همدان، زنجان، قزوین، خرم‌آباد، در کرمان و یزد که تو گویی اصلا کرمانیا و یزدیا ایرانی نیستن، اصلا کاری با ایران ندارن، اصلا بیرجند، تربت جام، تربت حیدریه، سمنان، شاهرود، دامغان، عراق، تفرش، ساوه، بیجار، تو گویی اصلا اینا متعلق به ایران نیستن، اصلا یکیش تو هنده، یکیش تو پاکستانه، یکی تو ترکیه است. تو گویی که اصلا ما شهری به نام بندر عباس نداریم، تو گویی که ما اساسا جهرم، فسا، لار، لال شدن، بوشهر اصلا روشو کرده به اون دارن، میگه رو به عرب پشت به ایران، خرمشهر و آبادان تو حال خودشون دارن یکی واسه خودم یکی واسه خودم بازی میکنن. من چی بیام به ملت بگم جز این که فقط بگم ملت اگر از همین امشب بعد از همین برنامه از تاریکی شب استفاده کنیم، مشکی بپوشیم، نمیخواد شعار بنویسی، نمیخواد فیلم برداری کنی، احتیاجی نیست تلفن دستی همراهتون ببرید، برید به بالای پشت بام هاتون، بیاین تو کوچه های خلوت، آخون میدونه که شماها ترسیدید، که دستور قتل داره میده، آخون میدونه که پوز ملت ایران رو زده، دروغ نمیگیم، آخون میدونه خوزستان تنهاست، چون آخون میدونست سراوانم تنهاست، آخون میدونه که هر جا که بلنشه راحت سرکوبش میکنه، چون میدونه دیگران حمایت نمیکنن. چرا؟ چون تفرقه بین ما انداختن، چون به ما گفتن درو ببند تا همسایه نیاد تو. ما درو همیشه به روی بیگانه باز کردیم، نه به روی خودی. ما بهترین جا رو همیشه به بیگانگان دادیم، بهترین ظروف خونمون رو همیشه قایم میکنیم، خودمون تو ظروف شکسته میکنیم، میگیم شاید مهمون بیاد آبرومون نره، در حالی که نمیدونیم آبروی اصلی خودمونیم. اگر آبروی خودت بره دیگه آبروی برات نمونده پیش مهمون، تو خودت داری با دست خودت آبروی خودت رو میبری،
تو بشقاب که 20 ساله داری توش پلو میخوری، تو همون بشقاب هنوز داری میخوری، چرا خسته نشدی تو از این بشقاب؟ از همین کارهای کوچیک بگیرید بیاید و یک ملت رو بشناسید. تو انباری همه ایرانی‌ها یه صندلی هست از زمان پدر بزرگامون به ارث رسیده، چند تا تخت شکسته، 5-6 تا هم شیلنگی که هیچ مصرفی نداره دیگه، اصلا از طرحش از بین رفته، به هیچ شیر آبی نمیخوره، 5-6 تا هم شیشه کپک زده، ولی بیرون نمیندازیم چون عادت نداریم عقایدمون رو بیرون بندازیم. در زیرزمین آلمانیا میری انگار اتاق پذیرایی، همه چی سر جاشه، همه چی برق میزنه، پیشگوشتی، وسایل رنگ زدن، همه چی دارن، برق میزنه، دنبال هیچ چی نمیگردن، هیچ چیز اضافه‌ای نیست، هر چی میبینی به دردشون میخوره، لازم دارن. سطل آشغالاشون برق میزنه، ما میگیم سطل آشغال دیگه، پس اینقدر توش آشغال بریزیم که راست راستی بشه آشغال. اینا به آشغالشون، به مردشون، به زیرزمینشون، به همه چی خودشون احترام میذارن، برای همینه که جامعهشون محترمه تو دنیا. ما جامعهمون رو به آتش میکشیم، به لجن میکشیم، برای همینه که در دنیا بی اعتباریم، بی شخصیتیم. برای همینه که 4 روز، 1 هفته است خوزستان من داره میسوزه، هیچ کس تو دنیا هیچی نمیگه راجبش. تمام اخبارا رو من کنترل کردم، هیچی نمیگن، چون ارزشی برای ما قائل نیستن، چون ما رو آدم حساب نمی کنن، چون رو ما حساب نمی کنن، چون ما رو در حد افغانی ها نمی دونن، در حد ویتنامی ها نمی دونن. وقتی که B-52 امپریالیسم امریکا در کنار هواپیماهای جنگی فرانسه و استرالیا داشتن سایگون رو بمبارون می کردن، تمام دنیا از مقاومت مردم ویتنام گفت، از مقاومت مردمی که بلند قدترینشون 1.48 سنگین وزن ترینشون 48 کیلو. هیچ دانشگاهی مثل به اندازه ایران دانشگاه اینقدر نداشتن، اینقدر دبیرستان نداشتن، اینقدر شاعر نداشتن، فردوسی نداشتن، یعقوب هم نداشتن، آریو برزن هم نداشتن، ستارخان و باقرخان هم نداشتن، هیچی نداشتن، اصلا تاریخی نداشتن. مردمی که فقط با برنجکاری زندگی کردن و شالیزار داشتن و یک پیر مرد استخوانی به نام هوشینی، هیچی دیگه نداشتن. زناشون خودشون رو به سربازای امریکایی نزدیک میکردن، باشون همخوابگی میکردن تا بکشنشون تو روستاها و گلهی بکشنشون، و شوهر به زنش میگفت این کارو بکن برای استقلال ویتنام، برای نجات ویتنام. ما خیلی تفاوت داریم با ویتنام، با افغانستان. افغانی‌ها جنگیدن، پشتشون امریکا بود ولی جنگیدن. ما به راستی تبدیل به یک ملت بی ارزه و بی غیرت شدیم و من در رأسش. 1 هفته است بچه ها در خوزستان فریاد میزنن تهران حمایت، حمایت، ملت ایران حمایت، حمایت. 100 تا دختر و پسر تهرانی با غیرت توی متروی به نام نمیدونم متروی صادق راهزن، نمیدونم صادق دزده چه میده، فریاد زدن مرگ بر اصل ولایت وقیه، مرگ بر جمهوری اسلامی. جیگر میخواد، خیلی بدجوری جیگر میخواد، تو روز روشن بین اون همه مأمور. من همچین عرضه‌ای نداشتم، همچین وجودی نداشتم. اگر من اونجا اینو میشنم در میرم. تو 15 میلیون جمعیت تهران 100 نفر جیگر کرد، یا شاید 50 نفر، 50 تن تهرانی جیگر کردن تو 15 میلیون تهرانی. بعد همشون نشستن تو اینستاگرام، تو تلگرام برای من پیام میدن چرا نمیشه، چون ما عرضه نداریم. با چند تانکر آب میخوان خوزستان رو ساکت کنن. چه کردن با سرابان؟ چه گلی زدن بر سر مردم سرابان؟ مردم سرابان اعتراضشون چی بود؟ آیا به خواستشون رسیدن؟ بچه های کرد خواستشون چی بود؟ به خواستشون رسیدن؟
کدوم ایرانی، کدوم یک از اقوام ایرانی، کدوم یک از این فامیل بزرگ به خواستش رسید که خوزستان برسه؟ تا کی تو سری خوری؟ تا کی نشستم؟ وارث تاج و تخت جلوی تمام بهانه هاتون رو گرفت. شاهزاده تو رو خدا بیا تو میدون. آقای احمدی به شاهزاده تو رو خدا بگید بیا تو میدون. تو توییتش مگه نمیرفتی؟ شاهزاده چرا فراخوان نمیدید؟ شاهزاده چرا به ما نمیگید مسلح شد؟ شاهزاده چرا به ما نمیگید حمله کن؟ شاهزاده چرا به ما نمیگید یه کاری بکن؟ فرمایش ایشون همیشه چی بود؟ من هیتلر نیستم. من چنگیز و موسولینی نیستم. راه من راه گاندیست، نمیخواید نرید. با راه خودش تا اینجا با ما اومد و در آخرین پیامش به صورت رسمی برای نخستین بار فراخوان ملی داد. هر کس که خیال کنه آخرین فرمایشات پادشاه قانونی کشور فقط مثل سایر پیام های ایشون بوده، یا خائن است یا بیشعور است، هیچ چیز دیگری توش نیست. یا خائن است یا بیشعور است. رضا پهلوی وارث تاج و تخت به ملت ایران فراخوان داد برای یک قیام ملی، برای یک رستاخیز ملی که احتیاج به هیچ اسلحه گرمی هم نیست و هیچ اسلحه سردی. فرمودن همه ما در کنار هم، من هم لباس نظامی به تن میکنم، یعنی چکمه های پدر بزرگ رو به تن به پا کرد، یعنی لباس نظامی پدر رو به تن کرد و به عنوان یک خلبان جنگی، خلبان جت جنگی، به عنوان پادشاه ایران، به نام نامی شاهنشاه ایران، به نام فرمانده کل قوا، دستور براندازی فرقه تبهکاران رو صادر کرد و همه گوش کردیم و همه ضبطش کردیم و همه پخشش کردیم، روش آهنگ گذاشتیم، آهنگای حماسه‌ای گذاشتیم، سروده گذاشتیم، دورش پرچم گذاشتیم، گل و بلبل گذاشتیم، عشق ریختیم، عشق کردیم، لذت بردیم که سرانجام آن روز موعود رسید، آن روزی که سرانجام وارث تاج و تخت تمام خطوط قرمزی رو که جلو پاش گذاشتن همه رو کنار گذاشت و ثابت کرد که خون رضا شاه بزرگ و آریامهر بزرگ، دو خدای بیبدیل تاریخ کشورمون، در رگهاشه. نشون داد که براستی او انقدر نترس و شجاعه که در آستانه 61 سالگی تمام خطوط قرمز امپریالیست ها، گلوبالیست ها، کمونیست ها رو در نوردید و از 15 میلیون جمعیت تهران 50 نفر، 50 تن انسان با شرف پیدا میشه. 15 میلیون منهای 50، اونهایی که ریاضشون خوبه ببینیم چقدر ما با تفاوته. و کردستانی که کوله بار میذاره رو دوشش و میره و کشته میشه ولی حاضر نیست در سنندج، در سقز، در مهابا، در بانه، در اون همه شهر به پا بخیزه. حق دارن، همه نگاه ها به تهرانه. به من میگن چه کار کنیم با تهرانی ها؟ میگم اولا من شرمندم که تهرانیم، خیلی هم شرمندم. من تهرونی ها رو اینطوری نمیشناسم. تهرونی ها هر بدی ای داشته باشن که از نظر من ندارن، بچه های بامرفت، مهمون نواز، خونگر، لوتی، اما جدن بچه های تهرون ناموس پرستن. این تو وجود بچه تهرون، بچه اصیل تهرون هست، واقعا رگشون رو واسه ناموسشون میدن. من از همه تون شرمندم. نمیدونم تو اون شهر چه خبره، نمیدونم دیگه اصلا بچه های تهرون باشن یا نباشن، اون قدیمی ها، نمیدونم چه خبره. ولی برای این که ما از دست این شهر پر از چند نقطه نجات پیدا کنیم، من یک راه پیشنهاد بهتون میکنم.
همون راهی که ستار بزرگ رفت، همون راهی که باقر بزرگ رفت. ستار در میدان تبریز ایستاد، قوای دولتی شهر رو زیر توپ و رگبار گرفته بودن، در هر گوشه یک مجاهد صدر مشروطه افتاده بود، همه جا دود، همه جا ناله، خون، زخمی، کشته، تخریب، و قوای دولتی داشت می اومد به سمت تبریز. ستار بزرگ تنها راهی که به نظرش رسید، به روی سکوی بلندی رفت در کنار باقر بزرگ و به زبان زیبای آذری گفت: امروز باید قوای خودمون رو و قدرت خودمون رو به تهران نشون بدیم. با همین حرف، با چند تفنگدار دیگه‌ای که براش باقی مونده بود، به جنگ قوای دولتی رفتن. خاک خوردن اما خاک ندادن. قوای دولتی رو تار و مار کردن، تار و پودشون رو به همه چیشون رو از هم پاشوندن. بی شلوار فرار کردن و ستار اونجا به قدرت خودش پی برد، فرمان فتح تهران رو صادر کرد، صداش به لرستان رسید. اسعد بختیاری با اون بانوی شجای بختیاری، با مریم بزرگ و سایر مشروطه خواهان از گیلان، پای پیاده با قاطر با اسب آمدن. نه مثل جاده های الان، جاده ای نبود، در بهترین حالتش جاده مالرو بود که ازش اسب و قاطر و الاغ و کاروان میرفت، شتر میرفت. تجسم کنید چقدر سخته از خرم‌آباد، از تبریز، از آستارا، از رشت، از قزوین پای پیاده بیای تا تهران با اون جاده ها. شبا کجا میخوابیدن؟ تو بر بیابون، تو سرما. چی داشتن؟ هیچی، نان خوش، یه قمقمه آب، چند تیر فشنگ و اسلحه های کهنه. میدونستن کجا دارن میرن، دارن میرن به سمت تهرانی که ارتش انگلیس و روس اون تو بود و علاوه نیروهای دولتی. یعنی با پای خودشون رفتن به سمت مرگ، رفتن کشته بشن، چون گفتن خاک میخوریم، خاک نمیدیم. رفتن و تهران رو فتح کردن که من امروز با افتخار بگم من یک مشروطه خواهم. و هنوز نفهمیم که مشتی بیگانه میگن سلطنت طلبها، به حالت مسخره، به حالت تمسخر، و ما خودمون به خودمون بگیم ما سلطنت طلبها. چرا؟ چون شعور رو از ما گرفتن. درد ما بی سوادی نیست، درد ما بی شعوریه. شعور ما رو گرفتن، عقل ما رو گرفتن. اگه ما شعور داشتیم، خمینی رو جانشین خدای بیبدیل جهان آریامهر بزرگ نمی کردیم. من نکردم، تو هم نکردی، ولی پدرانمون کردن. اگر ما شعور داشتیم، رضا شاه رو نمی زاشتیم از ایران با چشم گریان در بیرون. من نکردم، تو هم نکردی، پدر بزرگامون کردن. اگر ما شعور داشتیم، می فهمیدیم که امروز باید نوه اون مرد، فرزند اون مرد رو رو تخم چشمامون ببریم ایران، دیگه نمیتونیم بگیم ما نکردیم، ما نمیدانستیم، پدرامون کردن، پدر بزرگامون کردن. نه، 10 سال دیگه تاریخ تکرار میشه، یه رضا احمدی میاد میشینه جلوی یه دوربینی و میگه اون نسلی که نشستین جلوی دوربین ها و فقط عکس رضا پهلوی رو گذاشتین و فقط پرچمش رو گذاشتین و فقط گفتین تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی و فقط گفتین جاوید شاه، شما مزدور بودین، شما خائن بودین، شما بی سواد بودین، شما بی شعور بودین. و حق دارن که به من بگن و حق دارن به همه ما بگن، چون بودیم و هستیم.
اگر نبودیم چشم به طویله سفید نمیدوختیم. اگر نبودیم بدون تعارف چشممون به اورشلیم و تل‌آویو نبود. اگر نبودیم گوشمون رو به بی بی سی، به صدای اسرائیل و سایر بنگاه‌های لجن پراکنی نمی‌سپردیم. بیایم حقایق رو به هم بگیم. بیایم برای یک بارم که شده بشینیم با هم با صداقت حرف بزنیم. برای یک بارم که شده احساساتمون رو کنار بذاریم، شعار دادن رو کنار بذاریم، از شعار به شعور برسیم. همه شما میهن پرست، همه شما عاشق، همه شما باسواد، همه شما خوب، من بد، من بیسواد، من بیشعور. بذارید یک بارم یه بیسواد بیشعور مزدور با شما حرف بزنه. یک بارم به حرف یک بیسواد گوش کنید. کسی که بیسواد و بیشعور باشه حق حیات نداره، باید بکشینش. کار خوب اونه که از من بیسواد بیشعور آدم باسواد باشعوری بسازید، نه که سرکوبم کنید، نه که تو دهنم بزنید، نه که لح و لوردم کنید. بذارید یه بارم یه آدم بی سواد باهاتون حرف بزنه. شاید یک بار دیگه در تاریخ یه بی سوادی ایرانو نجات بده، یه بی سوادی که دانشگاه زد، یه بی سوادی که ارتش برای ما درست کرد، که سرانجام تاریخ ثابت کرد که بی سواد نبود. ما بی سواد بودیم که خیال میکردیم او بی سواد است. ما کور بودیم و نمیدیدیم که در روز تاجگذاری از روی نوشته داره میخونه و 100 سال به ما گفتن رضاخان بی سواد دانشگاه زد. یک بی سواد برای ما کودتا کرد، یک بی سواد برای ما بیمارستان آورد. او بی سواد نبود، من بی سواد بودم که اون مرد بزرگ رو بی سواد می دیدم. و نیم قرن به ما گفتن شاه نوکر امریکایی بود. شاه با کودتای ننگین 28 مرداد به قدرت رسید. شاه حکومت ملی مصدق رو سرنگون کرد. شاه از اصل 6 ترومن استفاده کرد. او انقلاب سفید رو از امریکایی‌ها گرفت. شاه رفت در برابر آرامگاه کوروش، هرچی مفخور بود جمع کرد، پول ملت رو ریخت تو جیب مفخورا و ما همه گوش کردیم و همه قبول کردیم و پای روضه‌هاشون نشستیم و احمد شاملو رو پرستیدیم و برای شریعتی سینه زدیم. وقتی مرد اشک ریختیم و به پای مزخرفات هنرگندانشون نشستیم و هر چه گفتن قبول کردیم. رفتیم دم سینما کابری صف کشیدیم تا فریاد زیر آبو ببینیم. با گوزنها سیاسی شدیم، با خواندن کتاب از میمون تا انسان مارکسیسم شدیم، ماتریالیسم شدیم. از کنار دانشگاه رد شدیم، خیال کردیم روشن فکریم. آذر شیوا که هیچ وقت من نخواستم نام این ابله رو به زبان بیارم، در کنار دانشگاه سیگار و آدامس فروخت. گفت اعتراض دارم به سینمای مبتذل، سینمایی که خودش به آب و علوفه رسید و امروز در فرانسه از همون نعمت همون سینمای مبتذل داره 40 سال عشق میکنه و دهانی بر به نفع ملت ایران باز نمیکنه. همشون خائن بودن، توده ای بودن و هنوز همون توده ای ها، همون خائنین به ملت ایران باز هم دارن حکومت میکنن و برای شما ملت هنوز همونا بوتن. خوزستان به پا خواست. در ایزه، شهری که من تا امروز حتی یک بار اسمشو نیاوردم و چقدر شرمنده شدم که اسم همه شهرهای ایران رو یا اکثریتشو آوردم، شاید من تنها کسی بودم که همیشه اسم شهرهای ایران رو آوردم تا این احساسو به شما بدم که ما ایرانی هستیم. برای من سراوان و ایزه، جهرم با سرخس هیچ فرقی نداره. من عاشق وجب به وجب اون خاکم. در ایزه همه فریاد زدن رضا شاه شرمنده، شرمنده. ولی جوابی از مشهد نیومد که بگه رضا شاه روحت شاد. بچه های ابو مسلم ساکتن، سبزوار من هنوز ساکته. نمیدونم، شاید هنوز سر بدارن. نمیدونم چرا فرزندان خیام که فرمود انگار که نیستی چو هستی خوش باش، نمیدونم چرا ساکتن. نمیدونم واقعا، نمیدونم چرا مازندران، ببر مازندران چرا شده موش مازندران. نمیدونم چرا، نمیدونم چرا گیلان من ساکته. گیلان، این سرزمین بزرگ، عشق ایران. نمیدونم چرا آذربایجان که خاک خورد، مادر آذربایجانی
در یک دستش فرزند یتیم شدهش بود و در یک دست دیگرش تفنگ سایرین رو داشت تمیز میکرد و دختر خردسالش داشت آش رو هم میزد، چیزی که فقط توش یه مقدار نخود و زردچوبه و نمک بود که بره تو معده مردان آذری که از ناموس آذربایجان و بعد از ناموس ایران دفاع کنن. بابک کجاست؟ اون چریک ایرانی کجاست که ببینه آذربایجان فقط تو فکر تیم فوتبال تراکتوره؟ کجان مردان سلحشوره؟ رضایه چه شد؟ دریاچه‌تو خوش کردن. کجان مردان با غیرت اردبیلی؟ امروز فیلمی برای من اومد از آستارا، من اصلا آستارا و هشتبر رو یادم رفته بود که یک کسافتی تن کاری کرد و لخت و خیابون و این مردم آستارا رو آزرد و مردم آستارا از این آزرده نیستن که 42 سال لختشون کردن. 42 سال دارن تو همون مغازه ها، تو همون شرکت های بیمه، تو همون اطراف، تو همون شهر آستارا 42 سال دارن به ناموستون تجاوز میکنن. تو فقط یکی رو پیدا کردی. اینا که حقیقت رو به چشمتون بزنید. ای ملت با غیرت، خوزستان من، خوزستان تو، خوزستان ما، جایی که ده ها فوتبالیست به تیم ملی فوتبال اون مملکت اهدا کرد، هدیه کرد، جایی که حسین کازرانی رو سالها در قلب دفاع برای ما آورد، جایی که خیلی بزرگان فوتبال رو به اون مملکت هدیه کرد، از درون دروازه تا نوک حمله. یک هفته است به رگبار مسلسل بستنشون، چندین و چند زخمی داده، تعدادی رو دستگیر کردن، 3 جوان با هزاران آرزو که جمع سن ستاییشون یک کمی از من بیشتر بود و من هنوز دارم اکسیژن هوا رو کثیف میکنم، رفتن زیر خاک و در شیراز میگه دیدی تیمم اول شد و در تهران همه منتظر متروان که برن سر کار، که سر کار مورد تجاوز روحی و جسمی قرار بگیرن. خدایت بیامرزد آریا مهر بزرگ، که به راستی آمرزیده خدایی هستی. تو در درون قلبت، در درون قلبت چه نفرینی به ما کردی؟ که کردی؟ اگر تو این نفرین رو نکردی، خدای تو بر ملت ایران نفرین کرد. میگن صبر خدا کوچکترین صبر 40 ساله، ولی 2 سالم گذشت، مثل که داریم نزولش هم میدیم. تا پیکرشو به ایران بر نگردونی، تا به روی آرامگاه خودش و پدرش گلهایی که از اون خاک رویدن پرپر نکنیم، رو آرامگاه خودش و پدرش نریزیم، تا لیلا رو به ایران بر نگردونیم و لیلاها رو، تا شاپور علی رضا و شاپور علی رضاها رو بر نگردونیم، تا تیمسار اویسی رو بر نگردونیم، تا شهریار شفیق رو بر نگردونیم، تا بیش از 600 ایرانی که ترور شدن در خارج از کشور با کمک تروریست های مجاهد، با چراغ سبز اروپا و امریکا و با حمله وحشیانه نیروهای قدس سپاه، تا اینها رو به ایران بر نگردانیم، تا به روی آرامگاه خسرودار، جهانبانی، نصیری، رحیمی، آیت محققی، نشاط و سایر اون بزرگان نریم و طلب بخشش نکنیم، تا از خانواده های سربازان، درجه داران، افسران، سرهنگا، عمرای ارتش، تمام اون انسان هایی که به اون مملکت خدمت کردن، تا بر آرامگاه مادر امیر عباس و حویدا نریم و از گیس سفیدش معذرت نخواهیم، تا از استخوانهای امیر عباس و حویدا که 13 سال قیمتها رو در ایران ثابت نگه داشت، 13 سال در اون مملکت بر سر سفره همه ایرانیان نان سنگک، پنیر، خیار، گوجه، سبزی بود. همه ما وقتی کسی رو میخواستیم مثلا از این تعارف ها بزنه، میگفتیم بابا بفرمه یه لقمه نون آبگوشتی هست، حداقل یه آبگوشت داشتیم که بخوریم، اگر چلو کباب نمیخوردیم،
اگر حلبی آباد داشتیم، اگر معتاد داشتیم، ولی شهرک اعتیادم داشتیم، اگر حلبی آباد داشتیم ده ها بنگاه خیریه داشتیم، اگر هنوز بقالی داشتیم ده ها فروشگاه مدرن داشتیم. ایران داشت درست میشد. خرابش کردید، با ترانه هاتون خرابش کردید، با فیلماتون خرابش کردید، و حالا در ساحل امن و عافیت نشستین جشن تولد میگیرید و منتظرید که براتون بلیت برگشت بفرستن. خوزستان در آتیشه. خوزستان رو نابود کردن. تمامش نقشه است که خوزستانی ها از فارسا بدشون بیاد، از ایرونی ها بدشون بیاد، با یک چراغ سبز عربستان اعلام خودمختاری بکنن. کردستان هم همینه، برنامه همینه. علی تجزیه رو بی خود نیاوردن تو کرکوک، حسن صدق خور رو بی خود سازمان اطلاعات و امنیت آلمان بهش ماهی 60-70 هزار یورو نمیده. 60-70 هزار یورو در ماه، درست شنیدی؟ حداقل درست شنیدی؟ من اگر ماهی 50 هزار دلار از غیب بهم میرسید، سه ماه دیگر جمهوری اسلامی رو بلایی به سرش می آوردم که سوراخ موشو بخره. فقط این پولو پخش کنید بین بچه‌هایی که کارگرن، بگید حقوق دو ماه کارتون رو میدم، دو ماه سر کار ندید، حقوقتون رو کاملا بهتون میدم، بهتون اضافه حقوق هم میدم. میدونی چه خبر میشه؟ نه، یه همچین پولی رو داره میگیره حسن صدق خور برای جدا کردن آذربایجان. اینا همشون به خواسته هاشون میرسن. حسین بورو علکی لگن فروش و دوز نمیاره، با هر برنامه 30,000 دلار 40,000 دلار کاسبی میکنه. اینا کاسبکار سیاسی هم بی ناموسن همشون. برای همینه که بهتون میگن بیاید بروکسل، پرچم نیارید، عکس رضا پهلوی رو نیارید که طرحش از لجنجلس توسط لگن فروش دوز ریخته بشه. ساندیس هم بهتون میدن، حالا آخر برنامه براتون توضیح میدن. خوزستان در آتش است. بچه های ما رو دارن در سوسنگر، در شوشتر، در شوش، در ایزه، در اهواز قتل عام میکنن. مسجد سلیمان هنوز ساکته، بهبهان ساکته. در شیراز جشن تیم فوتبال میگیرن. اصفهان عشق میکنه از اینکه آب گل وارد سیوسه پلش شد. تهرونی به فکر رفتن سر کاره که بیاد شب بشینه خونه ببینه دختر ترکه رو بالاخره با یارو رفت سان فرانسیسکو یا نه. مشهدی ها خودشون تو صف وایستادن واسه ناموس خودشون که برن پشت ویترین تماشا کنن. و کردستان میره از اون ور مرزها ساعت قاچاق و ادکلون قاچاق میاره. و گیلان و مازندران عشق میکنه که یواشکی رفته اون ور آب ماهی قاچاق گرفته. و آذربایجان عشقش اینه که پرسپولیس اومد تو تبریز زدیمش. و من بی غیرت 3.5 سال بیام بشینم جلوی دوربین بگم ملت بزرگ ایران درود به شرفت. من همه حرفای دلمو بهتون زدم، نذارید خودمو سانسور کنم. ای کاش من یک ایرانی نبودم. یواش یواش دارم میرسم به چیزی که فلان هنرمند بزرگ ایرانی در گوش من گفت 27 سال پیش در هامبورگ. گفت امیدوارم یه روزی به حرف من نرسی، هنوز جوانی. ای کاش من یک ایرانی نبودم. خیلی دلم گرفت اینو گفت اون هنرمند بزرگ. حالا خودم بهش رسیدم. باید ضربه بخوری تا بهش برسی. اگر امشب ملت ایران از مشهد تا ساری، از تهران تا سنندج،
از کرمانشاه تا اصفهان، از شیراز تا رشت، از تبریز تا همدان، از زنجان تا سمنان، از زاهدان تا اردبیل و همه جای ایران. اگر امشب به بالای پشتبان ها نریم، اگر امشب در ایران فریاد نزنیم رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد، جاوید شاه، پهلوی کجایی به داد ما بیایی؟ ایران که شاه نداره حساب و کتاب نداره. به شرافت بشری سوگند، نقشه هایی براتون کشیدن که آرزوی دوران عصر طلایی امام رو بکنید. موسوی علکی بهتون نگفت هنوز تو آب نمکه، برای همینه که هنوز رو خط علی منقلیه، برای همینه که اون خواننده اون زنک میره پیش کروبی دست میندازه تو گردنش. همش نقشه است، نقشه برامون کشیدن. بهمن مفید گفت آنتنا ضعیف بود، از پشت بون افتادم تو حیات خلوت، شیشه و لوستر را همه رو شکستم، یهو اخاب جستم، پام خورد به کتری آب جوش، آب جوش ریخ رو پام، حالا پامو بستم. یه نفر بهش گفت حالا عقده است، گفت اصلا عقدسی نیست برای دستم. اخاب پریدم، تازه فهمیدم که در کافه ها رو بستن، یه عمره که بستم، من خواب بودم. خیلی حرف قشنگی زد و در تاریخ موند. باید حس داشته باشی که حس رو بگیری. به قول زنده یاد مانوک عزیز، باید لابلای خطوط رو بخونی. این شعور میخواد که انگلیس از ما گرفتتش. ناراحت نشید از حرفان، ما فاقد شعور شدیم و خدای شعار و منم منم کردن. منو ببخشید، نمیخواستم با این حال بیام، ولی نمیتونم بهتون دروغ بگم. من میدونم که داریم به کجا میریم. ما به ناکجا آباد داریم میریم، ما به طرف پیروزی نمیریم. دلتونو خوش نکنید. آقا رضا ناامیدمون کردید. نمیتونم بهتون دروغ بگم. باید همه ایران بشه ایزه. من بیام اینجا و اون موقع اون رضا رو بهتون نشون بدم. من الان نمیتونم اون رضا باشه، چون اون رضا باید مثل ماهیه که از آب گرفتیدش، من از آب گرفتین انداختین بغل پاشوره، دارم میپرم بالا میپرم پایین، ولی آب هست. منو بندازین تو آب تا ایرانو براتون بلند کنم. به روح پدر مادرم این قدرتو دارم، فقط دستمو بگیرید، کمکم کنید. من هیچی ازتون نمیخوام، فقط یه جو غیرت و ایران پرستی ازتون میخوام، هیچی دیگه ازتون نمیخوام. ایران مال همه شما، پست و مقام مال همه شما، فقط به پا بخیزی، فقط یادت باشه که ایرانی هستی. ایرانی بودن خیلی افتخاره. اینا دارن اینو از ما میگیرن. بفهمید که هیچ فرقی بین بچه اهواز و بچه شیراز نیست. بفهمید که هیچ افتخاری نیست تهرانی بودن پای تخت نشین بودن. بفهمید که اگر خراسان من نبود چقدر زشت میشد نقشه ایران. بفهمیم که اگر گیلان و مازندران نبود چقدر زشت میشد نقشه ایران. بفهمیم که اگر اون سر ایران، اگر آذربایجان من نبود، اگر پاره تنم کردستانم نبود، چقدر زشت میشد نقشه ایران. زیباترین نقشه جهان نقشه ایرانه. اون بچه شیر کوچولو که گربه نیست، اون بچه شیره که قرار بود مجددن بشه همون شیره، همون آقا شیره، همون شیری که شاه همه مجسمه هاشو تو میدونا کاش. و اولین چیزی که اون بیمار روانی بزرگ لوادکاران گفت، گفت این شیر و خورشید منحوس باید بره، آرم های شاهنشاهی باید بره، علم اسلام باید بیا، بیرق اسلام باید بیا. اون میفهمه چی میگه. اون بی سواد بود اما بی شعور نبود. ما خیال میکردیم اون بی شعوره،
نه، ما بیشعور بودیم که اسیر اون بیشعور شدیم. پس اون بیشعور از ما باشعورتر بود. اگر بیشعور بود از ما باشعورتر بود. چرا دروغ بگیم؟ انقدر باشعور بود که ارتش شاهنشاهی ایران رو به ارتش جمهوری اسلامی تبدیل کرد. انقدر باشعور بود که سازمان اطلاعات و امنیت کشور رو به وزارت اطلاعات و امنیت کشور تبدیل کرد. انقدر باشعور بود که در برابر نیروهای مسلحی که تازه خودش درست کرده بود سپاه پاسداران رو درست کرد. انقدر باشعور بود که گفت ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم، که جلوی خاطرات رو بگیره که دیگه نتونه بیک منوردی و فردین و بهروز و وثوقی برن و لابلای خطوط تیکه‌ای به ما بندازن که بلندشید کشور نابود شده، که ما یادمون نیفته که هنوزم میتونیم روپامون بلندشید. آره هنوزم میتونیم بریم و بگیم پس کجاست اون چاقوی دست سفید کار زنجونه؟ اینا رو از ما گرفتن که سینما رو تبدیل کنه به سینمای اسلامی که از درونش پرویز پرستویی بیاد براتون مارمولک درست کنه، که از درونش مهناز افشار بیاد که امروز بیاد در بهترین منطقه آلمان در کل آلمان و بهترین زندگی رو داشته باشه و جاسوسی بکنه بر علی مبارزین ایرانی و خودشو یک جدا شده از جمهوری اسلامی بدونه. اینا با شعور ما بازی کردن. بعد من چطوری بیام بگم تمومه، به پا بخیزید پیروز میشیم؟ هنوزم میگم تمومه، به پا بخیزید ملت ایران، ما پیروز میشیم و به زودی هم پیروز میشیم، ولی باید به پا خواست، باید به پا خواست، به پا خیزیم، به پا خیزیم. ای سلحشوران ایران، ای سربازان آریایی، به پا خیزید، بترسید، بترسید. ما همه با هم هستیم، ما 80 میلیون ایرانی هستیم، اونها 1 میلیون. ما شرف داریم، شناسنامه داریم، هویت ملی داریم، غیرت داریم، غرور داریم، تاریخ داریم، شخصیت جهانی داریم. ما برای خودمون عددی بودیم تو این دنیا. اینها بیابانگردن، بادیه نشینن، اینها بوی پشم شتر میدن، با اطرار شتر وضو گرفتن، با اطرار شتر نوشیدن و با اطرار شتر زندگی کردن. دروغ نیست، حقیقت تاریخی است. آنها بربرهایی هستند در وسط صحرای الحجاز. ما ملت هستیم که در اون لحظات دانشگاه داشتیم، کتابخانه ملی داشتیم، پست داشتیم، ارتش داشتیم، استانداری داشتیم، کارگر و کشاورز داشتیم. ما همه چی داشتیم و همه چیز رو از ما گرفتن و به جاش چیزی به ما دادن که 1400 سال در برابرش یک ناچیزی، یک پوچی سر تعظیم فرود بیاریم و از ما ملت سلحشور غلام و برده ساختن که به هم بگیم غلامتم، چاکرتم، عبدتم، عبیدتم، نوکرتم. به پا خیزید ایرانیان، به پا خیزید. جناب مهندس تمنا میکنم از حضورتون فرمایشات اعلیحضرت شماره 1 رو پخش کنید. ممنونتون. هم میهنانم، علی خامنه ای رهبر جنایتکار جمهوری اسلامی بار دیگر برای حفظ رژیم تبهکار خود دستور داده مردم معترض را بکشند. او پاسخ مردمی را که با دستان خالی برای آب و نان و آزادی به خیابان آمده اند با گلوله می دهد. خامنه ای مسئول مستقیم خونهای بناحق ریخته خوزستان است. حساب او و شریکان جرمش را در هر سطحی که باشند به دادگاه های صالح خواهیم سپرد. در اینجا اما خطابم به بدنه نیروهای نظامی و انتظامی رسمی کشور است. من خود یونیفرم نظامی پوشیدم و به عنوان خلبان جت‌های جنگنده آماده دفاع از خاک ایران در مقابل دشمن متجاوز بودم. اکنون وظیفه ملی و انسانی شما به عنوان سربازان ایران
دفاع و محافظت از مردمتان است. شما حق ندارید به روی مردم و جوانانی که با دستان خالی و بدون خشونت به خیابان آمده اند تیراندازی کنید. شما اما موظفید از هممیهن بیگناه و تشنه لب خود در مقابل رژیم ضد میهنی و جیره‌خواران و مزدوران سرکوبگرش دفاع کنید. بدانید که همبستگی با ملت و زندگی با عزت بسیار ایمنتر از بردگی و بندگی برای جانیان است. من به سهم خود در فردای رهایی ایران مدافع کسانی خواهم بود که در چنین روزهایی به جمهوری اسلامی پشت کردند و به ایران روی آوردند. و سخنی کوتاه با هممیهنان در ایران و سراسر جهان. اینک که مردم خوزستان دلاورانه به پا خواستند، تک تک ما وظیفه داریم که تنهاشان نگذاریم. ما در این مبارزه همچنان به اصل مهم و کلیدی دوری از خشونت پایبندیم. بزرگترین و قدرتمندترین اسلحه ما جمعیت بیشمارمان است و همبستگی و اتحاد ما. بدانید که هیچ حکومتی یارای مقابله با اراده یک ملت متحد را ندارد. پاینده ایران. سپاس از شما جناب مهندس یاشین. من بین شما 80 میلیون بی سوادترین بی سوادم. همیشه هم گفتم هیچ وقت من ادعای سواد نکردم. ندارم که ادعاشو بکنم. همه شما با سواد. ولی شعور که دارم، عقل که دارم. بلد نیستم بخونم بنویسم، ولی بلدم که گوش کنم. اگر این فرمایشاتی که الان گوش کردیم از ایشون، از پادشاه قانونی کشور، اسمش فراخوان نیست، استدعا میکنم یکی بیاد در تلگرام به من بگه اسمش چیه. من همین فراخوان رو مخصوصا گذاشتم تو اینستاگرام. تا این لحظه میتونید برید ببینید چیزی هستش که عیان است، چه حاجت به بیان است. یک لحظه به من اجازه بفرمایید. مومنت، یک لحظه. 21,850 بار روش کلیک شد. خب ما روندش کنیم بگیم 22,000. 200 و حدود 260 تا به اصطلاح اومدن نظر داد. اوکی؟ نزدیک به 14 نفر یا 15 نفر، دقیق نمیدونم، فحاشی کردن. بقیه رو برید خودتون بخونید. فهمیدید که اومدید خوب نوشتید دیگه. اونم که فحش دادن که دیدید که چه چیزایی نوشتید. منم هر چند ساعتی میام اینستاگرام فقط یه کنترل میکنم، پاک میکنم و اسامیشو به بچه‌ها میدم، اونا برای من تعریف میکنن تو اینستاگرام. اینا جاسوسن، پاسدارن، بسیجین، چی هم همه رو میزنن تو تلگرام. اینقدر برای من تو اینستاگرام پیام نرسید، من نمیخونم این هزار دفعه. تو تلگرام yes، تو اینستاگرام no، نمیخونم، وقت نداره. فقط برای من هر چنگای پیام میاد، تعداد پیام زیاد شده، به من بچه‌ها یاد دادن کجا برم یه دکتر بزنم، لوشه میش کنم به قول ما آلمانی، دیلتش کنم، پاکش کنم. جناب مهندس لطف و وقت بفرمید همون دو رو با هم چیز کنیم، پخش کنیم، ممنونتون میشه.
آفرین به بچه های ایزه، درود به شرفتون، دمتون گرم. من هیچ وقت خوزستان نیومدم، آرزو هم دارم ببینم خوزستان، آبادان، اهواز، خرمشهر. 100% من میام تو شهر. همین جایی که دارید شعار میدید خیلی دوست دارم اون خیابونو ببینم، همون جایی هستم یه عکس بگیرم. آفرین، منو ببخشید که هیچ وقت اسم شهر شما رو نیاوردم، عذر میخوام ازتون، واقعا شرمندتون، من شرمنده همتون. دمتون گرم. ای والله عالی بود، پوز خیلی ها رو زدید. هر حرکتی شما میکنید جوابش رو اعلی حضرت بهتون میده. حالا جواب رو نگاه کنید. اونایی که میگید منتظر چراغ سبز امریکاست، ای بی شرفا، اونایی که هنوز میاد فخاشی میکنید هنوز نشستی اسرائیل امریکا بیارتید، به شرفم تک به تکتون شناسایی شدید. ما با شما نبردی در میدان شهیاد داریم. تا قبل از ورود اعلی حضرت باید همه چی تمیز باشه، ایشون تشریف بیارن کشور. ما با شما تسویه حساب خواهیم کرد با اون تنلشی که تو نیویورک وایسادی اون ویدیو رو دادی و این پشت سر من مانهاتنه، مرده و زنده تون رو میاریم جلو چشاتون. ما بهتون نشون میدیم که یک من ماست ایرانی چند من کره سلطنتی میده. دیگه بهتون رحم نمی کنیم. اعلی حضرت اعلی حضرت هم. ما اعلی حضرت نیستیم، ما سرباز اعلی حضرتی. جناب مهندس تمنا میکنم شما رسته توف به شرف اونهایی که عین میزنن. این میگن جیگر. یه رهبر تو دنیا پیدا کنید این جیگر رو داشته باشه. این خون رضا شاه و شاهنشاه خیلی نامردی. ورود به شرف در از رو جناب مهندس نمنا میکنم. همزمان با اوجگیری اعتراضات در ایران و بار دیگر به راه افتادن سرکوب و کشتار و جاری کردن خون مردم بیدفاع توسط رژیم جنایتکاران اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی با انتشار ویدئویی از سخنان 35 سال پیش جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مقام رئیس کمیته روابط خارجی سنای این کشور در توییت‌هایی به زبان‌های انگلیسی و فارسی نوشتند: آقای رئیس جمهور بایدن، شما 35 سال قبل با جسارت و شجاعت خواهان همبستگی امریکا با مردم افریقای جنوبی شدید. امروز مردم ایران نیازمند و سزاوار همان نوع همبستگی هستند. آنها برای آزادی مبارزه می کنند و رژیم پاسخشان را با گلوله می دهد. پشتیبانی شما از مبارزه ملت ایران یک ضرورت اخلاقی است. Are we saying you've got 20 days, 20 months, 20 years? We asked them to put up a timetable. What's our timetable? Where do we stand morally? Hell, they've tried to compromise for 20 years. They've tried everything. Everything in their power. And look what's happened to them. They're being crushed. These people are being crushed. And we're sitting here with the same kind of rhetoric. The same thing we heard. I hate to hear an administration and a secretary of state refusing to act on a morally abhorrent point. I hate to hear this country. I'm ashamed that this country puts out a policy like this that says nothing, nothing. It says continue the same. We put no timetable on. We make no specific demand. We don't set it down. I'm ashamed that's our policy. That's what I'm ashamed of. I'm ashamed of the lack of moral backbone. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدی وقتی شما ملت به پا بخیزید، وقتی میگم این بار شما باید تاج رو به روی سر پادشاه بذارید، برای نخستین بار در تاریخ پر از فراز و نشیب کشورمان، پس از 2500 سال پس از تاج گذاری کوروش بزرگ، پادشاه مقتدر، شاه هخامنشی، این نخستین بار است که ملت ایران تاج کهنسالترین پادشاهی جهان رو به روی سر پادشاه خودش خواهد گذاشت. این شما هستید که این بار
تاج رو به روی سر پادشاهتون میذارید. این شما هستید که وقتی میگید رضا رضا پهلوی، ایران که شاه نداره، حساب و کتاب نداره، جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا شاه، شاه هم شاه، روحت شاه، شاه هم شاه، معذرت، رضا شاه شرمنده، شرمنده، رضا شاه روحت شاد، رضا شاه معذرت. و این رو شاه میشنوه، ولی نه با یه بار و دو بار. شاه مثل رضا احمدی نیست با یه بار دو بار شوق بگیرتش، زوغ زده بشه، بپره بالا بپره پایین. باید اطمینان حاصل کنه. شاه الان مطمئن شده، شاهنشاه ایران الان مطمئن شده که ملتش به راستی به اون درجه از درک سیاسی رسیده که او رو صدا میزنه. بعد از 4 سال سرانجام شاهنشاه با یک فراخوان ملی به شما ملت این توجه رو دادن، حالا قبول کردم، حالا صداتون رو شنیدم، حالا هست اون لحظه ای که میخوام بیام و چکمه های پدر بزرگ رو بپوشم، یونیفرم پدرم رو بپوشم، حالا میخوام بیام با عنوان یک سرباز سینه سپر کنم برای شما ملت. چون شما ملت من رو 4 سال صدا میزنید و من دیدم در این 4 سال هیچ کس هیچ غلطی نکرد. این همم هم من حمایتشون کردم، هر کس سازمان زد، هر کس گروه زد، هر کس همایش درست کرد، هر کس به اسم من 1001 کار کرد، باز هم من حمایت کردم، باز هم همه چی رو به تن خریدم، حاضر شدم با فرومایه ترین پسترین پستهای این اجتماع بنشینم به خاطر شما ملت، حاضر شدم به من بگن آقای پهلوی، خیلی چیزها رو به تن خریدم، خیلی چیزها رو به جان خریدم، اما به خاطر شما ملت قبول کردم، به خاطر کشورم، به خاطر ملتم، به خاطر قولی که به شما ملت دادم، به خاطر وظیفه‌ای که تاریخ به روی دوش من گذاشت، حالا اومدم و دارم به شما میگم من با شما هستم ملت ایران. حالا اومدم دارم به نیروهای انتظامی میگم نکشید ملتتون رو. من دارم میگم ما به دور از خشونت داریم کار میکنیم، ما میخوایم با شما در ایران در کنار هم در صلح و صفا زندگی کنیم. من میخوام به تن تو لباس شهربانی بپوشم که تو شرف داشته باشی. من نمیخوام تو خیابونا هرزگی بکنی، من نمیخوام تو خیابونا مواد بفروشی، من میخوام تو پاسبان ایرانی باشی، تو افسر شهربانی و درجدار شهربانی شرافتمند ایرانی باشی، من میخوام تو ژاندارم شریف ایرانی باشی که حافظ جاده ها باشی، حافظ ناموس مردم تو روستاها باشی، من میخوام تو افسر درجه دار نیروی هوایی باشی که شرف داشته باشم مرزهای هوایی کشور دفاع کنی، من میخوام تو انسان شریف نیروی دریایی باشی، من میخوام تو ارتشی شریف ایرانی باشی، شریف باشی، شرافت داشته باشی، من میخوام کاری کنم که تو با حقوقت بتونی مثل یک انسان زندگی کنی، من میخوام کاری کنم که تو با بازنشستگیت مثل یک انسان زندگی کنی، به عنوان پدر بزرگ شرمنده نبات نشی، من میخوام براتون مدرسه بزنم، براتون دانشگاه بزنم، من میخوام شما رو به عزت برسونم، من میخوام شما رو به افتخار از دست رفته گذشته برسونم، من میخوام شما رو به جایی برسونم که پدرم سعی کرد شما رو به اونجا برسونه، یعنی به سوی دروازه های تمدن، من میخوام شما رو از این منجلاب فساد بیرون بکشم، من میخوام شما رو برسونم به اون جایگاهی که به راستی شما ملت بزرگ ایران شایستگی اون جایگاه رو دارید. من چیز دیگه ای نمیخوام، من فقط میخوام شما رو به حق خودتون برسونم و در این راه از اسمم، از به هر حال شرایط تاریخی که دارم، از ویژگی هایی که تاریخ به من داده، خوشبختانه، بدبختانه، متاسفانه، به هر دلیلی من در این جایگاه قرار گرفتم، میخوام فقط شما رو کمک کنم، کمکم کنید تا کمکتون کنم. و داره اینو به ما میگه و شما جواب میدید و شاه میسته در برابر ابرقدرت امپریالیسم جهان. کجا؟ در خانه امپریالیسم، زیر چتر اون همه مافیای مسلح. بفهمید بهتون چی میگم. ما فرصت زیادی نداریم ملت ایران، ما در بد وضعیتی قرار گرفتیم. خیال نکنید که دنیا ساکت نشسته، خیال نکنید مرکل، خیال نکنید ماکرون، خیال نکنید اون جانسون، این جو فروش، پوتین، خیال نکنید که جهان نمیدونه تو خوزستان چه خبره، خیال نکنید، تصور نکنید که دنیا الان پشتش عرق نکرده از شعار بچه های ایزه. 4 تا جوون در شهر ایزه دور هم جمع میشن و یک مرتبه این شهر گور میگیره و فریاد میزنن رضا شاه شرمنده شرمنده. این شرمنده شرمنده ای که شما گفتید، من میدونم کجای جهان رو به لرزه در آورده. تمام ستون کاخ کرملین لرزید، طویله شماره 10 لرزید. شما نمیدونید در ایزه چه کردید، خودتون به عظمت کارتون واقعا واقف نیستید، شما نمیدونید چه اتمی ترکوندید در شهر ایزه،
شما نمیدونید چه کردید با جهان، شما نمیدونید با گفتن رضا شاه شرمنده شرمنده چه بمب اتمی رو در جهان منفجر کردید، شما نمیدونید که تمام معاملات و معادلات جهانی رو که در وین در طی یک ماه بر علیه شما ملت نگونبخت، بر علیه شما ملت بیگروگان گرفته شده بسته شده بود، چگونه در برابر تمام اون معاملات ایستادید، در برابر تمام اون معادلات کثیفی که بر علیه منافع ملی کشور ایران بود. شما به راستی کاری کردید کارستان، پس پشتشو بگیرید. با 4 تا حلب آب و با 4 تا وعده وعید آخوندها به راز به ریاست خامنه ای عقب نشینی نکنید. عقب نشینی در قاموس ایرانی نیست. ما نباید اجازه بدیم که هر از چنگایی به خیابانها به هر بهانه ای گران شدن بنزین، گران شدن نان، ندادن پول چفت و و و و برق قطعی، برق نبودن، آب نبودن، فلان نبودن، فلان، بیایم چند تا جوونمون رو بکشتن بدیم، به قتلگاه آخوند بفرستیم، آخوندی که تا دیروز داشت صدقه من و تو رو میخورد و امروز بعد از کشته شدن این همه جوان در کشور با گرفتن یک سری آب یا 4 تا سیم برق یا هر چیزی که ما خواستمون بوده خفه خون مرگ بگیریم و بریم بشینیم و یک ماه دیگه، دو ماه دیگه بگیم آی بچه‌ها مشهد شلوغ شد، آی بچه‌ها کردستان شلوغ شد و هر از چنگایی یه شهری. سرانجام یک ملتی وا میده، یک ملتی سرانجام میگه دیگه بسه، چقدر بلند شیم، چقدر کشته بدیم، دیگه بسه. بر هر بار اعتماد از بین میره. این رضایی که امروز پیش شما نشسته، دو سال دیگه این رضا نیست. این رضا برای شما تبدیل میشه به یک آدم معمولی که دیگه از این حال بیرون میایید، دیگه منم قبول نمیکنید، میگید اینم چرت میگه، اینم مزخرف میگه، اینم هر بار میاد یه چیزی میگه ما کشته میدیم و این اونجا تمرگیده داره عشقشو میکنه و من نمیتونم به شما ثابت کنم که من چرت نمیگم، من نیومدم از شماها سوء استفاده کنم، من میخوام شماها به آزادی برسید. حالا منو هزاران برابر بزرگ کنید، تبدیلش کنید به رضا پهلوی و دیگه فرمایشات اعلی حضرتم برای ما دیگه جالب نمیشه، بعد دیگه فرمایشات اعلی حضرتم دیگه این شور رو در ما به وجود نمیاره، این انگیزه رو در ما به وجود نمیاره. استدعا میکنم، تمنا میکنم، سعی کنید بفهمید دارم چی میگم. جناب مهندس لطف محبت بفرمایید شماره 7 رو پخش کنید. ممنونتونم. نماینده مردم اهواز در مجلس گفته در بازدیدی که از سرشاخه های کارون داشته تونل جدیدی رو کشف کرده که از سرشاخه های کارون گرفته شده و به شرکت فولاد مبارکه اصفهان می رسیده. به گفته موسوی مدیر کل آب و برق استان خوزستان از وجود این تونل اظهار بی اطلاعی کرده، اما به نظر می رسه این هم یک نوع قاچاق آبه. انشاءالله از مکران دیرون سیر انشاءالله در امان برانه و یوم قربت مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام در روز ولادت قربت مبارک رو در روزنامه کارون میدازن. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین. خدای محافظ سید الشهدا روز مبارک عیدی به مردم خوزستان بدهیم. آب انشاءالله قربت صلوات بر محمد الله مسلمان. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدید مردیکه رو؟ این مالا اون موقع است که سیل اومده بود، دیدی مردیکه معلومه چی انداخت تو آب، اصلا آب خوش شد، دستت بشکنه الهی، بی پدر مادر نحس نجس با اون شکم کسافت آشخاب، رودخونه رو خوش کرد بیناموز. اون سنگه اگه قرار بود معجزه بده، اون یکی بی دست نمیشد، اون یکی بی لب نمیشد، اون یکی تشنه نمیشد، اون یکی رو بهش عرق نمیدادن تو محشر، اون یکی سقط سر نمیکرد، اون یکی بیمار مدام نبود زین العابدین، اون یکی هم صارخ نبود، به خودش بود صادق، هرچی صادقه صارقه، برعکس برای ما تعریف کردن. یکیشون هم که رفته تو چا بیناموز معلوم نی اون تو چه گویی داره میخوره. جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید 4 و 5 و 6 رو ممنونتون میشم. یزید 72 نفر کشت،
فقط شما میلیون ها را کشتی دیرت داشته باشی اگر مسلمونی البرد تو کمران هست هلیکوپتر بیاد بندازه داخل چرا؟ چرا؟ زمان شه دیده؟ زمان شه یک گول یک گولی ماله رول بوی کپتر آمد اینجا و اینجا نونو زمان شه بود خدا رحمتش بده خدا رحمتش بده باش بس حالا ما هم زمان میگم این هم سپاس جناب مهندس یاوش گرامی. دیدی مرد شریف رو دیدی؟ این عرب زبان شریف رو دیدی؟ تاکسی طلبن خفه بمیر. اصلا یادم نبود فولا و کمک بچه ها دستتون درد نکنه بچه ها. بانو مریم مشهدی $100 سپاس از شما. پدر ایلی از اسرائیل، پدر ایلی عزیز $75 دست درد نکنه پدر ایلی. بانو شوکت $10 سپاس از شما. آقای روبرت شیکاگو $50 با جاوید شاه سپاس از شما. توتی $20 سپاس از لطف و محبت توتی. بانو شمس $50 لطف و محبت کردیم ممنونتم. ریکاردو و آریا و پارسا هم از برزیل همرزبان عزیز ما هم $150 دستتون درد نکنه بچه ها خیلی ممنونتون. جناب مهندس پیام اعلیحضرت هم لطف محبت بفرمید شماره 9 ممنونتون میشم. نیروهای انتظامی اون روزی که اومدید تو دادگاه اینا پخش میشه ها، عکساتون هستا، فیلماتون هستا، شاکی بزرگی دارید به نام ملت ایران که پشت داره دادگاه ها، دادستان نشسته، رئیس دادگاه نشسته، هیئت منصفه نشسته، وکیلم داری یا پاسخ باید بدی یا با باتوم داری میزنی، با موتور میای میری تو جمعیت، از رو با ماشین رو مردم میری، با تک تیرانداز گردن به بالا میزنی. گوش کنید، بازم پیام اعلیحضرت رو براتون میفرستیم و پخش میکنیم. گوش کنید، نگید نگفتا. شما نیروهای مسلح کشور هم از قوای ارتش، سپاهیان و همه نیروهای انتظامی بار دیگر مؤکداً از شما میخواهم که با تکیه بر وجدان انسانی خیش، با نافرمانی از جبارین و پرهیز از برخورد خشونت‌آمیز با مردم، به صفوف ملتی که رسالت حراست از جان و مال و ناموس خود را نزد شما نهاده است بپیوندید. خداوند نگهدار ایران باد. شما نیروهای مسلح کشور هم از قوای ارتش، سپاهیان و همه نیروهای انتظامی بار دیگر مؤکداً از شما میخواهم که با تکیه بر وجدان انسانی خیش، با نافرمانی از جبارین و پرهیز از برخورد خشونت‌آمیز با مردم، به صفوف ملتی که رسالت حراست از جان و مال و ناموس خود را نزد شما نهاده است بپیوندید. خداوند نگهدار ایران باد. سپاس از شما جناب مهندس یاوش گرامی. شنیدی نیروهای انتظامی؟ آره؟ یک چیزی رو بهتون میگم قشنگ گوش کنید. هیچ حکومت دیکتاتوری در جهان به جا نمونده، باقی نمونده. هیچ حکومت. همشون فرو ریختن. نیروهای انتظامی. لحظه فروپاشی هر رژیم دیکتاتوری در جهان، اولین کسانی که مورد خشم ملت قرار میگیرن نیروهای سرکوبگر پلیس هستن. وقتی ملت آلمان
از دست هیتلر نجات پیدا کرد، اولین کاری که کردن تک به تک اس اس ها رو از تو خونه هاشون کشیدن بیرون، در شهر هامبورگ روی اس اس ها، روی نیروهای اس اس آلمان، همین بسیجی های شما، بنزین میریختن آتیششون میزدن که امریکایی ها به داد اس اس ها رسیدن. شبونه خونه هاشونو در برلین، در برمن، در اولدنبورگ، در شمال آلمان، در شهر کیل، خونه هاشونو آتیش میزدن آلمانی ها. برید تاریخو بخونید. نیروهای فاشیست که جزء بریگارد مخصوص موسولینی بودن، همشون رو از اونجایی که باید آویزون میکردن آویزونشون کردن از درخت ها که با زجر بمیرن. به شرافت بشری، به روح پدر و مادرم، پیام هایی که برای من جوان ها از ایران میفرستن، نه فقط خوزستان، کل ایران برای من میفرستن، من برای شما هر شب دارم نماز وحشت میخونم، بعد بلایی سرتون میارم، بعد چیزایی برای من میمیسن، از ستاش اگه یکیشم راست باشه خدا به دادتون برسه. قمه براتون کنار نذاشتن، ساتور براتون کنار نذاشتن، خیلی چیزای بدی براتون کنار گذاشتن. بکشید کنار، بپیوندیم به ملت ایران. فرماندهانتون همه دزد و فاسدن، همشون آدم کشن، اونا همشون جاهاشون هم تامین شده برای فرار. شما میمانید و ملت ایران، علی میمونه و حوزش، حوزتون رو پر از خون میکنه. اونطوری خیال نکنید اون لباسو پوشیدید با اقتدار از پله‌های برق میای بالا که کی داره میگه مرگ بر جمهوری اسلامی. آهای نیروی انتظامی، آویزونت میکنن، هر تیکت و سری یکی از درختای خیابونای تهران آویزون میکنن. جدی دارم بهت میگم، اعلیحضرت مدام دارن تاکید میکنن به این موضوع. من به دور از خشونت وارد این میدان میشم. مردم خشونت نکنید، من دنبال گاندی ام، من دنبال هیتلر نیستم، راه من راه خشونت آمیز نیست. به چه زبانی اعلیحضرت بفرمایند که به طرف مردم تیراندازی نکنید؟ من دارم مردم رو ساکت میکنم، آروم میکنم. بیش از این نمیتونم برم تک تک در خونه هاشون جلو دستشون رو بگیرم، چون من میدونم چه فشاری به این ملت وارد کردم، من میدونم این مردم چقدر خشمینن. من دارم ساکتشون میکنم، لب به جمعونم آتیشتون میزنن تو ایران. به شرافت بشری سوگن، یک ذره سر سوزن، پیام اعلیحضرت فلفل و نمکش بیشتر بود، ملت ایران آتش میکشید خونه هاتونو. میفهمید من دارم چی میگم؟ بچه های اطلاعات میدونید دارم چی میگم؟ قشنگ بفهمید عمق فاجعه رو. خوزستان ساکت نمیشه با 4 تا تانکر آب، اینا رو نمیتونید ساکت کنید. بعد بلایی سرشون آوردید، 52 درجه گرما با شرجی کتکشون هم زدید. خوزستانی بی غیرت نیست که با 4 تا تانکر آب بره تو خیابون. لوران پشتشون اومدن ایستادن، بچه های تهران هم فریادشون رو زدن. من شکی ندارم که ملت ایران به پا خواهد خواست، باید به پا بخیزه. آذربایجان نباید ساکت باشه، آذربایجان هیچ دلیلی برای سکوتش نیست. گیلان و مازندران هیچ دلیلی برای سکوت ندارن، اصفهان و خراسان هیچ دلیلی برای سکوت ندارن، همدان و کرمانشاه هیچ دلیلی برای سکوت ندارن. بس دیگه سکوت، سکوت یعنی خیانت، بس دیگه. امشب تمام ایران باید فریاد بزنه جاوید شاه، امشب نشون بدید که خون آبا اجدادی تو رگاتونه، امشب نشون بدید که ما ملت زندهی هستیم، امشب نشون بدید که ما نمیذاریم یه جو فروش کسافت بی سواد که این سگ در دربار پادشاهی هم نمیشد. امشب اجازه باید بفهمونید به کرملین که ما اجازه نمیدیم تو کسافت پوتین بی سواد آدم کش بی ناموس بی شرف برای ملت ایران تعیین تکلیف کنی، نیرو بفرستی برای جمهوری اسلامی. امشب باید به همه جهان ثابت کنید، باید به مرکل ثابت کنید که به تمر سر جاد کسافت آشغال، به تمر سر جاد زن که دوزاری. امشب باید با این زبان با جهان صحبت کنید، به پا بخیزید. امشب باید طویله شماره 10 رو به آتش بکشید تو لندن. امشب باید ثابت کنید که دیگه بس دوران استثمار و استعمار، بس دیگه. امشب نشون بدید که ملت با غیرتی هستید، نشون بدید که خوزستان، کردستان، آذربایجان که ملت ایران تنها نیست. امشب از مشهد تا خرمشهر باید بالای پشتوان ها فریاد بزنید. امشب باید سراسر ایران فریاد بزنه مرگ بر خامنه ای، جاوید شاه، خود دانید.
من نه دستور بهتون میدم نه فراخوان میدم، من کسی نیستم که بخوام این کارا رو بکنم، فقط بهتون پیشنهاد میدم، یک پیشنهادی برای نجات خودتون و کشورتون. کار از ما گذشته، آب از سر ما گذشته، ما تو خارج از کشور خیلی آب رفته زیر پوستمون، خیلی نازک نارنجی شدیم، ما فراموش کردیم که ایرانی هستیم، مخصوصا قسمت مردانش فراموش کردیم که مردیم. ما پرچم یک کشورمون رو به 50 سنت در خارج از کشور به حراج گذاشتیم که منشأ امیر بیاد و اون مرده که بی شرف و تشویق هم بکنه و یکی نیست به این بی شرف بگه تو حاضری پرچم اسرائیل رو به 50 سنت بفروشی مردک. ما آب بردتمون، ما کارمون به جایی که رسیده که دکتر روانپزشکمون آقای هلاکولی خولی خولی خان، آقای مغلزاده بیاد و شکم به پایین باهاتون صحبت کنه و رادیو براتون بزنه که الاغ ماهی رو ببرن بسیزن بغل دست علی منقلی که بیاد و بگه تو یک سرمایه ملی هستی، بی شرف تریاکی، سرمایه ملی تو واشنگتنه، سرمایه ملی رضا پهلویه، نه الاغ ماهی. چه ظافت آشغال مزدور. فعلا سرم گرم خوزستانه، خیال نکنید شماها رو فراموش کردم، مرده و زنده تون رو میارم جلو چشاتون. بیش طرفا جناب مهندس لطف محبت بفرمایید شماره 10 مزدوران خارج از کشورم لطف محبت بفرمایید. عذر میخوام جناب مهندس، یه لحظه معذرت میخوام. بانو گیتی 50 دلار سپاس از شما، لطف محبت کردید. آقای محسن 500 دلار سپاس از شما جناب محسن، خیلی ممنونم از لطف محبتتون. جناب مهندس لطف محبت بفرمایید شماره 10 مزدورا رو، ممنونتون میشم. اداره امنیت آلمان یادت نره. ترمینال پلیس سر. مطمئن باد. حیوان. تهدیدات یادم نمیمونه. حیوان خاک بر سرت کنم. خاک بر سر وطن فروشت کنم. اینو این رفته رای داده. این رفته. این رفته. موتور هستش ببینید. این رو موتور. این هم یکی از اون لاشخورا. اگه لاشخورا تو من این قیافه میتونی تو ایران بتابید. ایناموس هدف میکنم تو هامبورگ، هدف میکنم دریوس مال پینه برگه، مال پینه برگه آشغال، پینه برگه آشغال سپاس از شما جناب مهندس یاوش گرامی. بچه های هامبورگ نمیشناسن این پنره، این پنره و مامور هم هست. سرکار بانو فرهناز گرامی به اتفاق پدر و مادر لطف کردن، 50 دلار سپاس از شما و پدر و مادر گرامی که لطف کردن گفتن برای بچه های ایران آریایی. خیلی ازت ممنونم، لطف کردی فرهناز گرامی و عزیز، خیلی ازت ممنونم. 10 دقیقه به پایان برنامه وقت مونده. جناب مهندس لطف محبت بفرمایید اکثر رو شماره 11 رو اگر امکانش هست لطف محبت بفرمایید بذارید رو صفحه تلویزیون تا من 10 دقیقه صحبتی هم هست، یه سوء تفاهمی شده واسه این بچه‌های ما، اینا محلش کنم. این تصویر رو که بچه‌ها 4 سال پیش یا 3 سال پیش، دقیق نه 3 سال پیش درست کردن و خیلی به دل من نشست، البته بسیار غمگینه. نقشه ایرانه که میبینی دریای مازندران اون بالا، خلیج همیشگی پارس، تنگه هرمز و دریای عمان و مرزهای ایران رو که خون همه جا رو گرفته و عکس بچه هایی که تعدادی از بچه هایی که با ضرب گلوله دشقیمان علی خامنه‌ای، علی شیره‌ای به سینه خاک خفتن، حتی خیلی هاشون معلوم نیست قبرشون کجاست. اینها با خون خود نوشتن جاوید شاه، با خون خود نوشتن جاوید شاه. سپاس از شما جناب مهندس یاوش گرامی. از روزی که بچه ها در برابر آرامگاه تمام بچه های خارج از کشور، این 10 دقیقه مال شماست، گوش کنید. از روزی که در برابر آرامگاه کوروش بزرگ که استارت این جریان زده شد، آغاز شد، نقطه آغازین نبرد ملی و نبرد ناسیونالیسم ایران در برابر اهریمن اسلامی بود و همچنان ادامه داره، سرانجام ملت ایران با چند شعار کلیدی وارد بازی شدن، یعنی وارد نبرد شدن. نخست آن که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، پشت به دشمن رو به ایران.
یعنی ما تکلیفمون با شما روشن شد، ما اومدیم برای براندازی، تموم شد، ما رو به هیچ طریقی پای صندوق ها نمیتونید بکشید و کلید براندازی زده شد، کلید چنج رژیم در درون کشور توسط ملت ایران زده شد. و از اون روز تا به الان اگر اشتباه نکنم 2 یا 3 تا رای گیری تو ایران شده، انتصابات که مردم واقعا گل کاشتن، قبرستان کردن حوزه های به اصطلاح خودشون رای گیری رو، حوزه های انتصاباتی رو، با تمام ترفندهایی که فرقه تبهکاران زد، به مانند همیشه با تمام دروغ هایی که گفت، فیلم سازی هایی که کرد، چه و چه و چه و چه، چند تنی رو به پای چند نفری رو به پای صندوق های رای کشون و در داخل و خارج، که امروز میبینید در خارج از کشور با عینک و شال و کلاه و چه و چه و چه تو هوای گرم با پالتو که شناسایی نشه، اینا مزدورانی هستند که همشون اطلاعاتی هستند. یعنی اینا خیال نکنید فقط اینجا مثلا دانشجو، نه، اینا همشون اطلاعاتی، اینا تمام کسایی هستن که تو هامبورگ میان روی زنگ خونه ماها رو میخونن، اسامی ایرانی ها رو در میارن، روشون کار میکنن و این بلا رو سر من آوردن در دوسلدورف. منتها چون من اونجا فوتبال بازی میکردم تو چش بودن، نتونستن غلطی بکنن، ولی میدونستن من یه پای تمام تخس بازی دوسلدورف هم. و تو اسن مخصوصا، تو اسن راحت شکارت میکردن چون شهر ساکتی بود. بگذاریم. و مردم اومدن جلو، اومدن جلو تا به جایی که وارد شعار کلیدی بعدی شدن، گفتن ما تو رو نمیخوایم آخوند، ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، ما براندازیم و حالا میگیم که چی رو میخوایم. ما وارث تاج و تخت رو میخوایم، ما پهلوی رو میخوایم، ما نه دنبال سازمان تروریستی مجاهدین میریم، نه با مصدقی های ایران بر باده کاری داریم، نه دمپر چپ وابسته میریم، نه دمپر توده های همیشه خائن میریم، نه با کمونیست های جهان وطن. ما با این تن لشا و اراذل اوباش و لای و لجن اجتماع نه تنها کاری نداریم، بلکه اونها رو دشمنان خودمون میدونیم و اگر هر کدومشون پرشون به پرمون بگیره، مرده و زنده شون رو جلو چشاشون آتیش میزنیم. من سخنگوی اون ملتم، با قدرتم میگم، سینه‌ام براشون سپر کردم، میایستم، به موقعم ازشون انتقاد میکنم، به موقعم جلوشون وای میستم، به موقعم باهشون درگیر میشم، به موقعم میگم غیرتتون رو تکون بدید، اما به موقعم براشون سینه سپر میکنم، چه سراوان، چه اهواز، چه تبریز، چه تهران، چه کرمانشاه، چه مشهد، هر جا بلندشه، وجب به وجب خاک ایران، کشور منه، خاک منه و من از همش دفاع میکنم. انتقاد از شیراز میکنم، آفرین به شیرازم میگم که 3 روز شهر رو اشغال کرد. بنابراین در خارج کاملا نشون داد که این فضا فضای مشروطه‌خواهانه و سرانجام ما موفق شدیم که در سراسر جهان به اراذل اوباش، به جمهوری طلبان بفهمونیم که میدان دیگه دست ماست. چرا؟ زیرا که پشت ما به ملتی پر است که آن ملت در خیابان‌ها پادشاهش رو فریاد زده و با خونش نوشت یا مرگ یا شاه، پس میشه جاوید شاه و ما شعار جاوید شاه رو زنده کردیم. ادعی به اسم مشروطه خواه، من کاری ندارم مشروطه خواه هستن نیستن، دروغینن، من مسئول کار کسی نیستم. همایشی میخوان راه بندازن روز جمعه که من ازش 1 ماه پیش مطلع شدم، هیچ عکس العملی هم نشون ندادم، یه چیزی دیدم برام اومد و خوندم و از کنارش گذاشتم. تا اینکه هفته گذشته به من خبر دادن که جریان چیست، مدارکی به من دادن، اسنادی به من دادن راجع به کسانی که برگزار کنندن و چه و چه و چه، که در این 5 دقیقه نمی گنجه و فعلا هم وقتش نیست، نمیخوام وارد یک جبهه دیگه بشیم فعلا تا زمانش برسه و من خودم به داد همشون برسم. عرضم به حضور شما و من، حملات به سمت من یک دفعه زیاد شد، از هر طرفی فوش و اتهام و فحاشی و تهدید و چه و چه. من واقعا خودم تعجب کرده بودم، بانکه هیچ عکس العملی هم نشون نداده بودم، تا اینکه وقتی مدارک به دست من رسید خوندم، فهمیدم که آبشخور این جریان از کجاست، پولا از کجا رسیده، ساندیسا از کجا میاد، ساندویجا از کجا میاد، و بعد پای اعلیحضرت و طبق معمول مثل بچه ننه ها پای اعلیحضرت وسط کشیدن و به دور از این که غافل از این که ما اصلا تو این بازی ها نمیایم. اعلیحضرت حواسشون هست، همه رو میشناسن، جریانات رو میدونن، خط میانپرستان رو میدونن و چه و چه و چه و چه. و من روز چهارشنبه هفته گذشته همچین روزی با تشر بهشون فهموندم
که ما بدون عکس اعلیحضرت در هیچ جا شرکت نمی کنیم. اگر دموکراسی ما هم حق حرف زدن دادیم. با تمام فحاشی که بهم کردن، من یک بار برای اولین بار زیر سیویلی درد کردم، ولی دیدم انقدر گستاخ و پررو شدم که کار رو کشیدن که میرم میشینم تو تلویزیون پارس و شروع میکنم اونجا به لجن پراکنی، که متاسفانه حالا اون به اون تلویزیون رفت داره که اونجا ترتیب اونجا صحبتش خواهد شد، که فردا من برنامه اونجا ندارم، بانو پریسا در مسافرت تشریف دارن، احتمالاً هفته آینده، شاید، نمیدونم فعلا، تا مسائل واضح و مسائل روشن بشه. تا اینکه من فهمیدم که نه، اینا دیگه شمشیر بستن برای اینکه از یه طرف میگن که این که اصلا کسی نیست، این رضا احمدی، این که نمیتونه ما رو تضعیف بکنه، ما رو ضایع بکنه و نمیدونم اونجا رو خراب بکنه، ولی بی سواد بی شعور فلون فلون شده بی پدر و مادر رو و خیلی چیزایی که حالا به خدمتشون خواهم رسید، چون من هر کسی رو به سر فرصت جوابشو میدم. اما در کوتاه کلام میخوام یه سوء تفاهمی برای شما شده که من این سوء تفاهمو برای شما رفع کنم، برای شما میان پرستان خارج از کشور. اگر روزی روزگاری این برنامه رو، این 5 دقیقه‌ای که دارم براتون صحبت می‌کنم، اینو ضبط کنید، یه جا نگه دارید، اگر روزی روزگاری شما بچهای میهن پرستی که به من اعتماد کردید و شما منو اینجا نشوندید، دیدید که رضا احمدی سر سوزن از موازه خودش، از خطوط قرمز خودش عبور کرد، چنان با چک و لگد منو از پادگان میهن پرستان بیرون میاندازید که لخت و پتی بشم دیگه برنگردم تو پادگان. هر کس به خطوط میهن پرستان تجاوز بکنه بازداشتش نکنید، سرشو میتراشید، لباسشو در میارید، با چک و لگد پادگان میزنیش بیرون، انقدر با تیر بغل پاهاش میزنید که بره دیگه برنگرده طرف پادگان میهن پرستان. ما اینجا قوانینی تو این پادگان داریم، قوانینی داریم، خب شک و تردیدی نکنید میهن پرستان، که من از سر موازم عقب نشینی نخواهم کرد، شک و تردیدی نکنید، با هیچ مبلغی، با هیچ بهایی، با هیچ بهانه‌ای، با هیچ چی منو نمیتونن بخرن، من امکان نداره خرید و فروش بشم، من یکی از فدائیان پادشاهی ایرانم، عرض نکردم رضا پهلوی، من فدایی شخص نیستم، من فدایی پادشاهی ایرانم، فعلا این نمادش رضا پهلویه، پس من فدایی رضا پهلویه، رضا پهلوی بره محمد رضا پهلوی بیاد میگم من فدایی محمد رضا پهلوی، من فدایی پادشاهی ایرانم، من پادشاهی رو برای کشورم میخوام و جونم هم براش میدم و میدم. به این ترتیب یک مطلبی مسئله پیش اومده، اینو من براتون توضیح بدم. بنا به پرسش هایی که از من شد، پاسخ هایی که داده شدم در سطح اون پرسش بوده، اما بازم به خاطر مدارک و اسنادی که برام اومده یک بار دیگه و برای آخرین بار میگم، چون برنامه فردا ندارم، مجبورم امشب بگم و سریع بهتون بگم، چون جمعه من برسم برنامه اونا تموم شده. من با عنوان یک مشروطه خواه به هیچ کس نمیگم چه کار کنه، از من میپرسید بهتون پاسخ میدم، هر کسی با در با هر کسی، هر کسی با هر کسی، هر جایی که بخواهد میتواند برود و هر کاری بکنه، من فضول کاری هیچ کس نیستم، من با هر کس و ناکسی هر جایی نمیروم، چرا که نه ناکسم نه هر جایی سیاسیم، همون شو؟ من به شرط چاقو مبارزه نمی کنم، شناسنامه من مشروطه خواه عکس های پادشاهان پهلوی است و پرچم مقدس سرنگ شیر و خورشید نشان ایران، حتی پادشاه من که یک انسان دموکراته نمیتوانم به من دستور بدن تو بدون عکس من باید بری، و چون فرمودن در مورد این جریان و مدرک آوردن نشون دادن، گفتم 2 ساعت بدون عکس اعلیحضرت، ولی عکسو نگه دارین تو جیبتون، این جمله‌مه که گویا براتون سوء تفاهم شده، اما من نمیام اونجا که بهتون گفتم لازم باشه کمکم میکنم، به خاطر پرسش بود، مدارکی که اومده دارم میگم، این مثل که یه عده گفتن رضا احمدی میاد، من نمیام، هیچ کسم تشویق نمیکنم که بره، نخواهم اومد و نه کسی رو تشویق میکنم، همتون برید، ساندیسم میدن، نوشابم میدن، غذا هم میدن، همه چی هم بهتون میدن، شاید رقاص و خواننده براتون بیارن، اصلا شاید پیام اعلیحضرت تصویری پخش کنن، خوش بگذره، من نیستم، به شما هم نمیگم نرید، من نیستم، من نمیرم، من بدم، همتون خوبید، چند وقت دیگه میفهمید چرا من نیستم. اگر اراده میکردم که بیام، که میتونستم بیام، من جمعه میتونستم بیام، همه برنامه هم ردیف بود، ما ماشین خودم با چند تا دوستام میادیم، شبم پیش از بهترین دوستام تو بروکسل میخوابیدیم،
خب مطمئن باشید حداقل نزدیک به 1500 تا 2000 نفر رو می آوردن. اسم من 2000 نفر آدمو می آورد. من دستمو تو خون این بچه‌هایی که بهتون نشون دادن نمیزنم. اینا گفتن جاوید شاه، من تو خارج از کشور بدون عکس پادشاهم جایی نمیرم، شما میخواید برید خوش گلدید، من نیستم. از این صراحت و واضح‌تر نمیتونم بگم. هر کس میخواد بره آزاده، من فضول کسی نیستم، به هیچ کس نمیگم بره یا نره، من نمیرم. من شرایط خودمو دارم، دلایل خودمو دارم، پاشم وای میسم، پای همه چیش وای میسم. من اومدم برای مردن، تو به من فوش میدی؟ من اومدم برای مردن. از کسی که به سیم آخر زده باهش کل نکنید، بکشیدش. من دشمنتونم چون شماها دشمن منید. من به دشمنم رحم نمی کنم. به من رحم نکنید، من بهتون رحم نمی کنم در هیچ زمینه. اهل کل نیستم، من زن و مرد جنگم، به جنگ تا به جنگم. همه تونو می خوابونم که خوابوندم. شاد و پیروز باشید. اهواز نرین تو خونه هاتون، خوزستان نرین تو خونه هاتون. ملت ایران امشب نشون بدید، فردا شب نشون بدید، هر شب نشون بدید که ملت سلحشور، ملت مبارز و ملت قهرمانی هستید. شما رو به گروگان گرفتن، از این گروگان کشی بیرون بیاید. شاد و پیروز باشید. ایران رو پس میگیریم، میمانیم، میجنگیم، میمیریم، ایران رو پس میگیریم. پاینده باد ایران. جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم. اسامی رو جمعه یک بار دیگه براتون میخونم. شرمنده که امشب دوبار نگفتم. با سپاس از جناب مهندس سیاوش گرامی، تا آدینه شاد و پیروز باشین. سر بلند، سینه سپر برای ایران. همه به پا خیزیم، فریاد بزنیم فدای ایران، جانم فدای ایران، جانم فدای ایران، جانم فدای ایران. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه. پاینده باد ایران.